سخنرانی سالانه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی در جمع مبلغان محرم طبق روال سالهای گذشته دوشنبه 28 مزی حجه سال 1444 پس از نماز مغرب و عشا در بیت مرجعیت انجام شد ایشان در این سخنرانی ضمن اشاره به جایگاه امام حسین علیه السلام به عنوان پنجمین مقام بین اصحاب کسا با بیان روایاتی از مواسات برخی از انبیاء الهی فرمودند امام حسین علیه السلام در تکوینیات و تشریعیات مقام نخست را دارا می باشند و مواسات پیامبر الهی پیامبران الهی فقط اختصاص به حضرت سید و شهده دارد با هم گزارش علی اکبری را با هم ببینیم آیت الله العظمه صادق شیرازی شب گذشته نیز طبق رسوم سنوات گذشته در جمع مبلغان دینی در آستانه ماه محرم بیاناتی ایراد فرمودند ایشان ضمن عرض تسلیت و تعذیت به مقام رفیع و منی ولایت کبرای الهیه و امامت عظما حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرج و شریف و به همه مؤمنین و مؤمنات از خدای از وجل خواستار تعجیل در ظهور حضرت مهدی شدند تا کل بشر و به خصوص مؤمنین و مؤمنات از مشکلات فراوانی که با آن روبرو هستند رهایی یابند آیت الله العظما شیرازی با ذکر روایتی از امام حسین علیه السلام که خود آن حضرت فرمودند که در فضیلت پنجمین مقام را میان اصحاب کسا دارا هستند بر این نکته تاکید کردند اما علا رغم این روایت امام حسین علیه السلام در تکوینیات و تشریعیات مقام نخست را دارا می باشند ایشان با اشاره به اینکه در روایات زیارتها و دعاها موارد فراوانی به عنوان خصائص حسینیه از معصومین علیه السلام نقد شده که گاهی حتی کلمه به کلمه آنها خصیصه است خطاب به مبلغان دینی اظهار داشتند خدا توفیق به آقایان بدهد که در آینده موفق بشوند این خصایص حسینیه را جمع آوری کرده و به عموم مردم عرض نمایند آیت الله ازما شیرازی همچنین فرمودند اگر آنچه از روایات و زیارات و دعاها از معصومین علیه السلام که به عنوان خصایص حسینی ذکر شده جمع آوری شود شاید بیش از ده جلد بشود ایشان در ادامه علاوه بر مبلغان از سایر مردم مؤمن مخصوصا جوانهای مؤمن خواستند تا در این زمینه تلاش لازم را انجام دهند آیت الله العظم شیرازی با بیان اینکه امام حسین علیه السلام مقام پنجم را در میان اصحاب کسا داشتند فرمودند اما اموری از سوی خدای متعال به صورت تکوینی و تشریعی به امام حسین علیه السلام اختصاص پیدا کرده که برای چهار معصوم دیگر قرار داده نشده است ایشان در ادامه فرمودند با توجه به آثار تکوینی و تشریعی که خدای متعال به حضرت سید و شهدا اختصاص داده وظیفه ما این است که به میزان توان خود در این زمینه تلاش کنیم و به اندازه ای که عقلمان یاری می کند در این زمینه قدم برداریم تا همگان نسبت به مقام و مرتبت ایشان آگاهی لازم را پیدا کنند آیت الله العظما شیرازی با بیان بر اینکه قصور در این زمین مطلوب نیست تاکید کردن علا رغم آنکه قصور برای همه غیر معصومین بدون استثنا وجود دارد اما بایستی تلاش کنیم در این زمینه کمتر تقصیر کنیم ایشان در ادامه فرمودند که تقصیر نسبت به قضیه امام حسین علیه السلام فقط محدود به کار منفی نمی شود و بی تفاوتی نسبت به آن حضرت نیز شامل تقصیر می گردد آیت الله ازما شیرازی با اشاره به این فراز از زیارت امام حسین علیه السلام اللهم اخزل من خزله فرمودن مترادف کلمه ی خزلان در فارسی بی تفاوتی است یعنی در اینجا تاکید شده که خدایا هر آن کس که نسبت به آن حضرت بی تفاوت است تو هم نسبت به او بی تفاوت باش و او را به خودش واگذار کن ایشان در ادامه راهکار بی تفاوت نشدن نسبت به حضرت سید و را احتمام همه جانبه مردم در این زمینه ذکر کردند و فرمودند گاهی انسان باید کمک مالی کند گاهی باید دیگران را تشویق کند و گاهی هم اگر می تواند از قلم خود استفاده کند که اگر انسان از توانایی های خود در راه امام حسین استفاده ی لازم را نکند دچار خزلان شده است آیت الله العظم شیرازی در ادامه این جلسه با ذکر روایاتی به مواسات تعدادی از انبیاء الهی با حضرت سید و, و علیه السلام از جمله حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل حضرت موسی حضرت سلیمان و حضرت عیسی اشاره کرده و فرمودند که برخی از های عجیبی که آن پیامبران در سرزمین کربلا با آن مواجه شدند فقط اختصاص به امام حسین علیه السلام در میان معصومین علیه السلام دارد علی اکبری اخبار شیعه thank you